بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما این با برنامه آداب بندگی. موضوع سخنمون عفاف و حجاب است. سؤالی مطرح است و اون این که آیا این اختصاص به خانوم ها داره یا نه، آقایون هم باید حجاب داشته باشن، باید عفیف باشن؟ در جواب داد عرض کنیم که نه، این مسئله اختصاص به خانوم ها نداره. آقایون هم باید حجاب داشته باشن، حجاب خودشون رو مراعات کنن، همچنین که باید نگاه خودشون رو هم نگه دارن از جاهایی که دین ممنوع دانسته است. خب ممکنه شما بپرسید که حجاب آقایون کدام است؟ یعنی آیا اونها هم مثل خانمها باید حجاب داشته باشن؟ در جواب باید عرض کنیم اما مسئله عفاف که یک مسئله عامی است، شرم و حیا و عفاف و پرهیز از گناه و اینها برای همه هست، فرقی بین زنها و آقایون نیست. اما معمولا زنها میره سراغ خانمها وقتی که گفته میشه مثلا مراعات حجاب در جامعه یا مثلا مسئله بیهجابی در جامعه رو به رشد است، همه اذهان میره سراغ خانمها. اما باید بگیم نه، اختصاص به خانمها نداره، آقایون هم باید افراد عفیفی باشن. سوال این است که حجاب آقایون چگونه است و حجاب خانم ها؟ اینا با هم یک تفاوت های اجمالی داره که ما در برنامه های آینده وقتی که شرایط لباس حجاب رو خواهیم گفت به این اشاره میکنیم که ممکنه یک تفاوت های جزئی با هم داشته باشه. اما یه سری شرایط عام می داره حجاب که هم لباس آقایون رو شامل می شود هم لباس خانم ها را. اما آقایون هم باید افراد عفیفی باشن، افراد پاک دامنی باشن، افراد پارسایی باشن، افراد خود نگهدار و با تقوایی باشن، نگاهشون رو از مواردی که دین حرام دونسته نگه دارن، بدن خودشون رو از نگاه نامحرمان محفوظ بدارن. خانم ها هم همچنین است. فرق اساسی که بین حجاب آقایون و حجاب خانم ها هست در اندازه است، یعنی در مقداره. بقیه فرقها چندان مهم نیست، یعنی فرقهای جزئی ممکنه داشته باشه اما چندان مهم نیست. فرق اساسی در مقدار پوشش است که گفتن خانمها در نگاه نامحرمان باید همه بدن رو بپوشونن به جز صورت، به مقداری که در وضو شسته میشه، قرص صورت، اونم در صورتی که آرایش نداشته باشد، و همچنین دستها از نوک انگشت تا مچ در صورتی که زیور چشمگیری نداشته باشد باز باشه اشکالی نداره، ولی بقیه بدن رو طبق فتوای مشهور فقها باید از نگاه نامحرم بپوشانن. اما بر آقایون این مقدار واجب نیست. تقریبا شاید همه بدانن، همه متدینین، که آقایون چه مقدار پوشش لازم هست داشته باشن. حتی در جاهایی هم که ظاهر میشن محل کار هست معمولا اونا سر گردن رو نمی پوشونن. ممکنه پیراهن آستین کوتاهی به تن داشته باشن، به عنوان حکم اولی این اشکال نداره. بله اگر یه وقتی مفسده برش مترتب هست، در نگاه افرادی قرار میگیره که اونها نگاه بد به فرد دارن، خب اونجا ممکنه پیراهن آستین کوتاه هم نپوشه. اما آیا به حکم اولی بر او واجب است این مقدار پوشش؟ نه. بنابراین فرق اساسی بین حجاب خانم ها و حجاب آقایون در مقدار اون هست. در برنامه گذشته ما اشاره داشتیم به این که اگر ما احکام حجاب را بخوایم بدونیم باید اقسام لباس رو بشناسیم. چند نوع لباس داریم از نظر احکام شرعی، گرچه حالا از نظر دیگر ممکنه که ما تقسیم بندی زیادی داشته باشیم، لباس تابستونه، لباس زمستانه، لباس پشمین، لباس نمیدونم ابریشم، امثال اینها. اما اونی که حکم فقهی داره، احکام فقهی برش مترتب است، یک تقسیم بندی خاصی است که ما 4 نوع لباس داریم که برای هر یک احکام و شرایطی است. اون 4 نوع رو من خدمتتون عرض کنم ان شاء الله در برنامه‌های آینده احکام هر یک. یکی لباس نماز است، یعنی شخص نمازگزار لباسی که میپوشه باید دارای احکامی و شرایطی باشد. دوم لباس حجاب است که مورد بحث ما و موضوع بحث ماست. سوم لباس احرام است که برای عمره و حج می پوشن. و 4 هم لباس آخر،
همون کفن میت هست دیگه. ما چهار نوع لباس از نظر فقهی داریم که احکام خاص داره. به خواست خداوند در برنامه آینده ما به خصوص در مورد لباس حجاب، یعنی لباسی که ما می پوشیم در نگاه نامحرم، بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. شما رو به خدا بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.